حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در بغداد با برهم سال رئیس جمهور و عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق دیدار و گفتگو کرد. آقای روحانی در نخستین سفر خود به عراق از تلاش برای گسترش مناسبات تجاری و اقتصادی با این کشور خبر داد. این سفر در حالی انجام می شود که تحریم های آمریکا فشار بر جمهوری اسلامی را افزایش داده است. برای بررسی بیشتر به عراق میریم. همکارم علی جوامردی از اربیل کردستان عراق همراه ماست. علی، درباره سفر آقای روحانی به عراق و دیدارهایی که داشتن بگو و اینکه به نظر کارشناسانی که باهاشون گفتگو کردی این سفر تا چه حد میتونه با در نظر گرفتن تحریم های آمریکا موجب گسترش روابط تجاری بین ایران و عراق بشه؟ افشار، نخستین سفر حسن روحانی به عراق در شرایطیه که مهلت آمریکا به دولت عراق برای خرید و واردات گاز طبیعی از ایران و مشتقات نفتی همچنین که عراق میگه بهش نیاز داره تنها 2 ماه باقی مونده. در ماه 5 میلادی، ماه می، این مهلت به پایان میرسه و نشانی هم از تمدید مهلت از طرف امریکایی ها دیده نمیشه. صرف نظر از صحبتهایی که در کاخ سلام ریاست جمهوری عراق برهم ساله، چه در گفتگو با عادل عبدالمهدی نخست وزیر بین آقای حسن روحانی انجام گرفت، جدا از صحبت‌های رسانی یعنی گسترش مناسبات تجاری از 12 میلیارد به 20 میلیارد توسط روحانی این بر زبان آورده شد یا اینکه در هر زمینه دو کشور متحد خواهند شد، از این مسائل جدا از اون طرف عراقی هیچ صحبتی در این زمینه نشد. تنها گفته شد که آقای برهم ساله گفت که ما تلاش خودمون رو برای رفع موانع بر سر گسترش مناسبات تجاری دو طرف انجام میدیم، به عمل میاریم و البته تا این لحظه هیچ توافقی هم که نقض کننده تحریم های امریکا باشه در بین دو کشور امضا نشده. این هم برخلاف گفته رسانه های جمهوری اسلامی هست و ویژه جواد ظریف که از 2 روز قبل برای تدارک این سفر وارد عراق شده. مسئله مهمتر از این حتی در مورد بدهی عراق به جمهوری اسلامی که در زمینه برق 1 میلیارد دلار بدهی داره و در زمینه مسئله غرامت هم که قبلا مطرح شده بود، بار دیگه جمهوری اسلامی این رو مطرح کرده، حدود 20 میلیارد دلار هست. در این زمینه هم به هیچ توافقی نرسیدن. بانک مرکزی عراق هم که طبق تحریم‌های آمریکا هیچ دلاری رو به ایران انتقال نمیده، در این زمینه هم تا این لحظه هیچ تحولی صورت نگرفته. به نظر میرسه بیشتر یعنی آنچه که در رسانه‌های عراق هست، بخوام کوتاه بکنم، دیدار فردای روحانی مهم هست با آیت الله سیستانی مرجع تقلید شیعه که بلکه آیت الله سیستانی بتونه بر دولت عراق تاثیر بگذاره تا کمک بکنه به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا.